مطلبی که قبلا عرض کرده بودم، رسیدگی پرونده ها با سرعت و دقت و قاطعیت ادامه داره. امروز هم خبری که به من دادن، دو نفر از کسانی که به عنوان مفسد فی الارض دادگاه بدوی حکمشون رو صادر کرده بود به اعدام، اینها در دیوان عالی کشور پرونده‌شون مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و امروز حکم اعدامشون تایید شد. یکی از اونها به نام آقای وحید مظلومین فرزند حبیب الله و نفر دوم محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلام علی با اسم مستعار یا معروف محمد سالم. این پرونده همونطوری که شاید بسیاری از مردم عزیزمون در جریان باشن، از روزی که پرونده در دادگاه تشکیل شد یعنی 17 شهریور تا به امروز که 29 در واقع مهر هستش، گفت در دادگاه بدوی و دیوان کشور تایید شد، یعنی 43 روز تقریبا از اول تا آخر بیشتر به طول نینجامید. امیدوار هستیم که با سرعت و البته دقت پرونده همچنان دنبال بشه. من اینجا لازم میدونم که از همکاری مردم عزیزمون در این زمینه واقعا تشکر کنم و همطور از ضابطین، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که کمک کرده و الان هم کمک میکنن. و باز اگر اجازه میدین هم عرض بکنم که ما دادگاه های ویژه‌مون در استانها هم شروع به کار کردن و عنقریب در بعض از آنها دیگه هم شروع به کار خواهند کرد. امیدوارم که انشالله این هشداری باشه برای همه کسانی که در این شرایطی که دشمن داره فشار میاره بر وضعیت معیشت و اقتصاد مردم، اینها دیگه نخوان رنج مردم را زیادتر کنن و زحمت برای خودشون و هموطنان ما هم ایجاد بکنن.